طب در مورد فیلم چهار ماه سه هفته دو روز آقای کریستیان برجو، همطور که خب همه دوستان خیلی اشاره کردن، خیلی نکات زیادی فیلم داره. من حالا به طور شاید بشه گفت بیشتر تیتوار اون نکاتی رو که پیدا کردن اون مدت رو بهشون اشاره میکنم، بعد حالا همه دوستان هرچی که اطلاعات داشتن بهش اضافه کنم. خب اولین چیزی که حالا یعنی بخوایم به عنوان پرزنت از این فیلم به نظر من بخوایم در موردش حرف بزنیم، همین صحنه اول فیلمه که ماهی، تیک تیک ساعت، دود سیگار، کلا این صحنه یه جورایی کل حس فیلم رو به اون منتقل میکنه. یه کلیت بخوایم از فیلم بگیم، خب فیلمو که حالا همه داستانش رو دیدیم و میدونیم، این فیلم در سال 2007 ریلیز شده، ولی تصویر نه نه اونو من جا بجا نه نه الان الان تصویر باش در سال 2007 ریلیز شده، ولی خب کلا استوریش واسه دهه 1980 تو اون دورانه و دوران در واقع اواخر دوران کمونیست، و داستانش حول محور دوستی یه دو تا همکلاسی یا همخونه هم اتاقی میگرده که دارن دنبال این میگردن که بخوان ایلگال ابورشن داشته باشن، دنبال توی این مارکت دارن دنبال این فیلم جوایز خیلی زیادی برده، نخل طلای کن رو برده، بست اکترس رو برده برای یوروپیان فیلم اواردز، همین نقش اول زنش آنامیرا میریام، من اسمش رو میخونم مارینکا، دیگه بست فیلم و بست اسکرین پلی اوارد برده توی دوباره همون 2007 یوروپیان فیلم اواردز، گلدن گلوب برده به عنوان بهترین فیلم خارجی، در سال 2008 ایندیپندنت اسپریت اواردز رو برده در سال 2008 و جایزه بزرگ فیلم فستیوال فیلم لندن رو برده در سال همون 2000. یه برگران بخواهیم ادیم از آقای کریستیان مانجو، یه دایرکتور رومانیایی هستش، خودش فیلم نام نویسه و تهیه کننده است، در سال 1968 به دنیا اومده، توی بخارست درس خونده، سال حدودا 1990 کارش رو شروع کرده، به اولین فیلمش اکسیدنت بوده، من نه فیلمش رو دیدم نه اطلاع دارم ازش، ولی برای همین فیلم چهار ماه سه هفته دو روز خیلی معروف شده و اصلا کلا این فیلم یه جورایی این رو به عنوان یکی از لیدرهای موج نو رومانی میشناسن به خاطر همین فیلم. کلا هم فیلمش خیلی معروفه به همین سب، یعنی به ریالیسم معروفه، به شخصیت های خیلی خیلی پرداخته شده و خیلی در واقع یک دست و خیلی زیر پوستی و خیلی پرداخته شده و تمها و در واقع کانسپت های کامپلکس رو و اون سنسیتیویتی رو خیلی به خاطر این فیلم ها، به خاطر این فیلماش خیلی معروفه که اونا رو خیلی در واقع تو فیلماش خیلی از همون کانسپت هست. کاراکترهای فیلم، خب ما خیلی کاراکتر زیاد تو این فیلم نداریم، کاراکترهای اصلی شاید بیشتر بشه گفت این سه نفر هستن، گابیتا که در واقع پسیو ریاکشن های کاملا پسیو داره، یه جورایی شاید نماد اون زنهایی توی اون جامعه رومانی هستن که یه جورایی اون نقش قربانی بودن زن رو پذیرفتن و همون نقش رو میره جلو بازی میکنه، حالا درسته که دنبال این هست که سقط جنین رو داشته باشه، ولی اون نقش های زنونه حالت قربانی رو کاملا و پسیو بودن رو
کاملا انجام، کاملا اون در واقع اون ریپرزنت میکنه. اوتیلیا در واقع برعکس کاملا گابیتا در واقع کسیه که داره همه اون مسئولیت بار اجتماعی این در واقع این مسئله رو به عهده میگیره و کسی که واقعا کسی که در جاهای مختلف نشون میده که داره میره و دنبال حق خودش میگرده. خیلی جاهای اینو نشون میده این قضیه رو در مورد اوتیلیا، جدا از اون که میاد مسئولیت های در واقع بین این مسئله که وجود داره که با یه بارداری ناخواسته است، یه جورایی قسمت های فیزیکالی و اموشنالیش رو داره گابی تا بر عهده میگیره و بقیه بارهای اجتماعی، مالی و دیل کردن با شرایط مختلف رو اوتیلیا داره بر عهده میگیره و میره جلو. و خودش هم شخصیتش یه شخصیت خیلی چی بهش میگن، خیلی شخصیت مبارز تری هست نسبت به گابیتا. کلا تو شرایط مختلف فقط دنبال میگرده که چجوری اون راه حل رو پیدا کنه و سریع هم کار انجام میده و میره جلو. مستر ببم که خب یه شخصیت سرد، محاسبگر و یه جورایی نشونه، یه جورایی ریپرزنت میکنه اون فسادی رو که توی این جامعه در واقع کمونیسم ایجاد شده. من تصویرهایی که از این سه تا شخصیت پیدا کردم، یعنی انتخاب کردم که بذارم، از اوتیلیا این از گابیتا این تصویر رو انتخاب کردم، بیشتر به خاطر اینکه اون صحنه اول خیلی واضح میبینی که حالت درماندگی و حالت استیصال گابیتا رو تو این تصویر میبینیم. یا حتی اونجایی که اعلام میکنه که من حتی نمیتونم پرزنت کردن یه تیکت رو الان تحمل کنم و قبول کنم، اونجایی که درخواست میکنه از اوتیلیا که اون قسمت های مالیش رو به عهده بگیره. اولین شاید تصویر واضحی که از اوتیلیا میاد این صحنه است. ما تا اینجا تقریبا اوتیلیا رو از پشت میبینیم یا یه صحنه خیلی محوی از اوتیلیا میبینیم. اولین جایی که واضح میشه صحنه اوتیلیا تقریبا اینجاست و برای خود من در واقع این جایی که یه دیالوگی همینجا داره که حالا این من توی اسلایدهای بعدی دارمش، که در واقع دیالوگیه که این داره ریپورت میده که چرا دو سه شب پیش خوابگاه نبوده. یه جورایی برای من ربل بودنش و اینجا بیشتر اولین جاییه که باش روبرو میشیم. اینا آقای بب که در مورد تم فیلم، موتیف ها و سیمبول هایی که استفاده کرده خب خیلی حرف میشه زد. به نظر من همین الان که در واقع من بر بار سوم یا چهارم بود فیلم داشته بارم میدیدم، بازم یه چیزای دیگه ای تو ذهنم میومد ازش. اولا که توی این فیلم به طور خیلی مشخصی کانسپت های فریدم، انتخاب و محدودیت با این ستا خیلی در واقع این ستا رو میخواد خیلی نشون بده و از خیلی المان ها و سیمبول های زیادی استفاده میکنه برای این قضیه. خب همون اولیش فیشه که خب هممون میبینیم، نشونه خیلی شکننده بودن، نشونه لایف اند دث که خیلی راحت اون ماهی اگه از اونها بیاد بیرون میمیره، یعنی از اون تنگ بیاد بیرون و خیلی وابسته است به این که اون آب اونجا وجود داشته باشه، اون محدوده باشه و یک کسی ازش مواظبت کنه. یه چیزی که من یه جا خوندم این که و فکر میکنم که میتونه نماد اینم باشه، نماد تمام تلاش اوتیلیا برای اینکه بتونه شرایط رو کنترل کنه و نمیتونه. تمام تلاشش رو میکنه که بخواد شرایط رو کنترل کنه و در هر صورت شرایط در کنترلش نیست. ساعتی که داره تیک تیک میکنه و تایمر، تمام مدت ما توی کل فیلم
صداهایی که روی فیلم گذاشته شده، باز بسته شدن در، صدای تیک تیک ساعت، صدای آب که داره حالا رانینگ واتر هر جورش، یا فلاش خورده یا آب شیراب باز گذاشته شده، همه اینا یه جورایی میخواد این به تنس فیلم اضافه کنه، به اون فشار رو، به اون حس اینکه خیلی همه چیز در حالت ارجنت داره انجام باید باشه، همه چیز حالت الان خیلی اورژانسیه، زمان کمه و شرایط خیلی محدود با فشار خیلی زیاد، و اینو میخواد خیلی بهشون منتقل کنه که اون بچه ها توی یه تایم خیلی کم و تحت فشار خیلی زیاد میخوان اون تصمیم رو بگیرن. با این ابزارها خیلی، این با این المان ها خیلی این حس رو منتقل کرده. آره، اونجایی که حتی مثلا چراغ خاموش و روشن میشه، چندین بار صحنه‌ای داریم که چراغ خاموش و روشن میشه که بازم همون حس استرس رو کاملا منتقل میکنه. یه چیز دیگه که اینجا بود، آها، هتل روم بیشتر شاید حس، اون حسی که کلا پروسه گرفتن اتاق، خود اتاق هتل، همه اینا یه حسی از اینکه اون افراد تحت کنترل هستن، افراد در یه جای امنی قرار ندارن، ناامنن و تحت کنترلن، و حتی برای ورود و خروجشون با وجود اینکه کلید داشتن باز باید آیدی نشون میدادن و بعد مواظب می بودن که مثلا کسی وارد اتاق نشه، کسی نمیدونم خارج نشه، و یه جای مشخصی باید می رفتن هتل رو می گرفتن که بخوان این کار رو انجام بدن. خود هتل یکی از در واقع المان هایی که استفاده شده، یعنی مکان به عنوان مکان اواشن استفاده شده به عنوان اینکه بخواد نشون بده که در واقع خیلی فضای جامعه کلا تحت کنترل اتوریتی ها هستش و اینا. من خودم یه نکته اینجا، وقتی که دیدم بچه ها رفتن و هتل رو گرفتن، حالا پرشنگ اشاره کرد که تو ایران هم اینا هست، مثلا میگم که تو ایران حتی دخترم تا رو هتل بگیرن یه بنجای بود که راحت رفتن هتل هر صورت گرفتن، دختر مجرد نمیتونه. حالا عکساشو که من چیزایی که یکی از المان های دیگه که خیلی برام جالب بود تو این فیلم ازش استفاده کرده، اون کیف بزرگیه که اوتلیا رو دوششه، یه جورایی این کیفه که آخرم میبینیم که اون جنین رو میذاره توی اون کیف و بعد از دستش خلاص میشه، یه جورایی انگار که اون مسئولیتی رو که به دوش کشیده رو اون و اون سنگینیش رو میخواد با این کیفه بهش نشون، با این کیفه نشون بده که حالا اینجا میاد اونو میذاره توی کیفش و وقتی ازش خلاص میشه که دیگه در واقع اون جنین رو انداخته دور. خیلی زیاد از باز بسته شدن در، نماهایی که در بسته توش هست، حتی این دیالوگی که حتی از پشت پنجره است و پنجره باز نیست، این هم بازم با حتی استفاده از این المانهای ساختمونی هم میخواست اینو نشون بده که همه توی یک، میخواست اون محدودیت و لیمیتیشن رو بازم با اینا حسش رو نشون بده. مخصوصا صدای باز و بسته شدن در رو ما خیلی میشنویم در جاهای خیلی مختلف و خیلی زیاد. خب همه به این اشاره هم کردن و خب خیلی واضح بود که فیلم خیلی کانتکست سوشال، کالچورال و پولیتیکال داره. فضای فیلم کاملا مشخصه که توی فضای خیلی سرد و در واقع تحت کنترل دوران کمونیسته و فقر رو خیلی قشنگ نشون میده. من حتی اونجایی که فکر کنم دارم اینو توی اکسام، اونجایی که اوتیلیا ساعت عدی رو برمیگردونه بهش، کنه حتی مثلا نمیشن ساعت برگاشون داشته باشن، یا مثلا وقتی که در مورد پول حرف میزنه، من یه جایی حتی رفتم نگاه کردم ببینم که مخارج ماهیانه یه نفر چقدر میتونست باشه در اون دوران، یه چیزی حدود مثلا برای یه دانشجو ماهیانه، که دانشجویی که میخواست تو دوران زندگی کنه، 100 لیر، حالا اسم واحد پولش 100 لیر، و اینا 3000 لیر رو داشتن میدادن برای اورژن، یعنی
یه جا هم توی اون دیالوگی که تو اون خانواده است اشاره میکنه که مثلا طرف درآمدش 2800 لیره، یعنی مثلا میخواد بگه که خیلی ثروتمنده و اصلا حتی از ثروت اونها بیشتر. اولین جایی که شاید میگم خود کرکتر اوتیلیا رو میبینیم همین جاییه که میاد در مورد این صحبت میکنه که تو نبودی، احتمالاً بهش گفته که خب مثلا حالش خوب نبوده و حتی آمار اینو دارن که پریودش کی بوده. نه تو 2 هفته پیش پریود بودی، یعنی در این حد بچه های اونجا کنترل میشن که مثلا کامل تحت کنترل بودنشون رو قشنگ فقط با یه دیالوگ اینطوری نشون میده برای چی باید بدون. یکی از چیزهای دیگه ای که در مورد اجتماعشون میبینیم این شبکه های دانشجویی در واقع اپوزیسیون هستن یا دانشجوی های حالا رول که حالا هم در مورد فیلم سکرین صحبت میکنن، هم در مورد کتاب صحبت میکنن، همین که یه چیزی مثل ما داشتن پرزنت کردن احتمالا بوده. یه چیز دیگه ای که یکی از صحنه‌های دیگه که برای من خیلی جالب بود و یه جورایی نشون دهنده این بود که برای من که این گتیبا اون جایگاه یه زن شکننده در واقع مظلوم تو اون جامعه قبول کرده، یعنی اون مرد سالاری اون جامعه رو قبول کرده، اینجا داره میره برای ابورشن ولی داره وکس میکنه و آرایش میکنه. ما کوراپشن رو تو جاهای فیلم خیلی زیاد میبینیم، فسادی که توی اونجا هست، حتی اینجا این هتل در واقع رسپشنست هتل با اون سیگار حالا کند که خیلی هم گرون بود، 90 لیره بود به نظرم، به اندازه یه ماهشون رو باید میدادن یه پس سیگار میخریدن، با اون یه جورایی راضی میشه و به اینا یه اتاق میده. یکی از چیزایی که باز از جامعه زنان اینجا یعنی جامعه شرایط اجتماعیش میبینیم که زنان هم نسبت به بادی خودشون خیلی بی اطلاع بودن، هم نسبت به هلس کیر، یعنی مثلا موادی که برای هلس کیرشون اسم داروها، حتی اینا نمیدونستن که مثلا این دارو برای درده یا برای چیز دیگه ایه، فقط میدونستن که این دارو رو یکی که رفته ابورشن انجام داده این دارو رو بهش داده و در واقع خیلی شرایط ابتدایی و در واقع نامناسب بهداشتی و حتی اطلاعاتی و آموزشیشون نشونده که اونجا داشتن خیلی زیاد. یکی دیگه از صحنه‌های خیلی مورد علاقه من تو این فیلم میشه گفت اینجاست و این دو تا شخصیت پدر و مادر در واقع عدی و توی حتی این دیالوگی که این دوستا و این مهم دارن خیلی اطلاعات رو زیادی رو از شرط اجتماعی همون موقع خودشون میده که حالا اینا مثلا در اون دوره مثلا این پدر مادر ادی خیلی افتخار میکردن به اینکه دوست دختر پسرشون کسی که میتونه مستقل باشه داره تک میخونه و خیلی با افتخار با این قضیه برخورد میکردن، ولی خب مثلا کسایی بودن که خیلی اومده بودن همونجا داشتن نقدش میکردن که چطور مثلا میتونه دختر تک بخونه یا مثلا سیگار بکشه یا ولی تضاد خیلی خوب و قشنگی اینجا داشت و من این نگاهی که این دو نفر تو این صحنه همزمان دارن به اوتیلا میکنن و من خیلی دوست داشتم. یکی از چیزهای دیگه هم که اگه مثلا سلوشنی که داشتن واسه اینکه اگه نخواسته باردار بشن هم خواستن مسالمت ها بشن این که من با تو ازدواج میکنم، یعنی این قضیه هم برای من خیلی پررنگ بود که بازم در نهایت سلوشن یه چیزی از قوانین مردسالانه خودش. چند تا نکته رو خب خیلی در مورد فیلم های در مورد این فیلم به خصوص میگن. یکی این که خب نقطه قوتش خب همه هم در مورد صحبت کردن سینماتوگرافیش یکی از نقطه های خیلی قوتشه که چطوری با همین دوربین لایتینگ با لانگ تیکاش و مینیمالیست بودنش و
دیالوگ های خیلی کم و اینا تونسته اون همه اون ساسپنس و اون تنشن و همه اینا رو منتقل کنه و نشون بده. حتی همون واقع سرخیلینگش هم همینطور، یه شخصیت های کاملا ول دیولوب ولی مولتی دایمنشنال رو ساخته و خوبم بازیگرش خوب اجرا کرد. یه سری انتقاد هم که همین بهش میکنن که مثلا خب فیلمات سلو پیس، کارکترات کمه، یا مثلا اون صحنه ابورشن خب خیلی بهش چیز داشتن و lack of music که مثلا صدا اونا. و خب به نظر من اینا نقاط قوت فیلمشه، ولی خب مورد فیلمش اینطوری صحبت میشه. چیز دیگه ای که من ندارم و این قسمتش دیگه برای شما. خب، کنم.